شماری از زندانیان سیاسی در یکی از زندانهای بحرین شکنجه و سپس به سلولهای انفرادی منتقل شدند. ابتسام از سائق یکی از فعالان حقوق بشر در بحرین در صفحه اینستاگرام خود با اعلام این خبر نوشت حسین سهلاوی، محمد سرهان، سلمان اسماعیل، علی القانمی و ایمن ابلیس به شدت مورد ضرب و شد و توهین قرار گرفته و پس از آن به سلول انفرادی منتقل شدند. وی از مسئولان بحرینی خواست به رعایت قوانین مرتبط با رفتار با زندانیان و بازداشت شدگان درباره این حادثه تحقیق و عوامل خاطی را بازخواست کنند از سوی دیگر مرکز حقوق بشر بحرین طی گزارشی اعلام کرد که در نیمه نخست سال جاری میلادی 2019 334 شهروند این کشور توسط دادگاه های حکومتی سلب تابعیت شدند همچنین در گزارش مرکز حقوق بشر بحرین آمده است از ماه ژانویه تا ماه ژوئن سال جاری میلادی 261 بحرینی از جمله 23 کودک به دست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دستگیر شدند این مرکز با تاکید بر اینکه موارد تهدید و انتقامگیری از معارضان بحرینی در سال 2019 افزایش یافته است از جامعه جهانی خاص تا به حکومت این کشور برای توقف خشونت علیه منتقدان سیاسی و فعالان اجتماعی فشار بیاورند. سازمان افه بنوم نیز در گزارش اعلام کرد که سرکوب آزادی بیان در اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله بحرین همچنان به صورت گسترده ادامه دارد.